سلام زبان آموزان عزیز، 34 واژه و عبارت عامیانه آلمانی که جهت صحبت کردن مانند یک بومی زبان. ما در اینجی در این ویدیو بعضی از عبارات و کلمات و همچنین جملاتی داریم که خیلی معنای متفاوتی داره تا چیزی که ما برداشت میکنیم، یعنی کلمه به کلمه اگر ما اونها رو معنا کنیم یک معنای بی مفهومی به دست میاد، اما در کل خود از او عبارت یک معنای خیلی پرکاربردی داره که خود آلمان زبان ها همه روزه از اونها استفاده میکنن. خب ما شروع میکنیم موضوعات که در این ویدیو کار شده. شماره اول، موین. کلمه موین به معنای صبح بخیر. حالا ببینیم که موین یعنی صبح بخیر را در بیشتر مناطق شمالی آلمان مانند هانوفر، هامبورگ و اطراف دریای شمال میتوان شنید. پس اگر شما در این مناطق زندگی میکنیم و کلمه موین یعنی که به معنای صبح خیر بلدیم، باید ایر بیاموزیم که موین که خود آلمان ها استفاده میکنن به معنای صبح خیره که گفتم که در آنوفه، هامبورگ و اطراف دریای شمال میتوان شنید. و که شماره دوم، هلوشن. هلوشن یعنی که اضافه کردنشن به پایان کلمات در زبان آلمانی باعث می شود تا سخنان شما زیباتر و روانتر به نظر بیایند. خود مویند و هلوشن هر دو به معنای سلام و سلام میده و هلوشن به معنای سلام و مویند به معنای سلام و صبح بخیر. پس هلوشن می بینی که پسوند شن به خود گرفته، گفته که سخنان شما زیباتر و روانتر به نظر می آید. مال سایت. مال سایت برای گفتن سلام در هنگام نهار به کار می رود، به خصوص در محل کار یا زمانی که فرد در حال خوردن غذا است. پس مال سایت به معنای سلام در هنگام نهار. نه، این عبارت کوتاه یک خوشوبش ایدهال برای آلمانی ها تلاشکر و وقت شناس است. پس نا ببینیم که گفته عبارت خوش و بش ایدهال برای آلمانی های تلاشکر به وقت شناس است. نا زیروس. زیروس شاید که شما این کلمه شنیده باشین که به معنای همو سلام و اول پرسی و این های ترکیبی از عبارت لاتین اتیو سرویس می باشد. این عبارت محترمانه که به معنای خداحافظ و سلام است را بیشتر در بایرن می توان شنید. زیروس. آسی. آسی به معنای مزخرف و چرند است و در اصل مخفف یک کلمه ضد اجتماعی است که برای توهین به کسی از نظر گوینده بیکار، بیسواد و بیادب است مورد استفاده قرار میگیرند. داین فرهالتن ایست آسی. رفتار شما بیارزش و مزخرف است. داین فرهالتن ایست آسی. آسی گفتن که به معنای مزخرف و چرند است. هامر. هامر در زبان انگلیسی معمولاً چیزهایی که به صورت شگفت‌انگیز یا با هراس آور توصیف می‌شوند. کلمه هامر در زبان آلمانی علاوه بر اینکه اسم یک ابزار است، برای چنین توصیفاتی نیز به کار می‌رود. معمولاً از عبارت هامر گایل برای بیان برجسته بودن چیزی استفاده می‌شود. در فیلم و در هامر، فیلم فوق‌العاده بود. در فیلم و در هامل، فیلم فوق‌العاده بود. هیره. هیره روشی رایج برای توصیف یک شخص دیوانه است. بستو هیره دیوانه شدی؟ بستو هیره دیوانه شدی؟ هیره پس به روشی رایج برای توصیف یک شخص دیوانه است. یاین. یاین یک عبارت مصطلح محبوب در زبان آلمانی است. این کلمه ترکیبی از یا و ناین است که یک بله و نه مبهم به شمار می رود که در زبان انگلیسی در چنین مواقعی ممکن است بگویید بله اما یا نه اما و همین چنین میگم های. یاین. یاین یعنی که ترکیبی از بله و نه مبهم به شمار می رود. کاغذ. برای توصیف یک چیز غیر قابل باور، شگفت انگیز یا گزافه از آن استفاده می شود. گغاز. Es ist gerast, wie schnell die Zeit vergeht. باور کردنی نیست که زمان چقدر سریع می گذرد. پس گغاز به معنای چیز غیر قابل باور، شگفت انگیز یا گزافه از آن استفاده می شود. زاو.
این کلمه در آلمانی به معنای خوک است. افسون زاو به ابتدای یک واژه برای توصیف خارق‌العاده بودن چیزی مورد استفاده قرار میگیره. پس به اول کلمات استفاده میشه. به طور مثال در کوخین ایست زاو لیکا، کیک خیلی خوشمزه است. در کوخین ایست زاو لیکا، کیک خیلی خوشمزه است. یعنی که ببینید برای توصیف خارق‌العاده بودن چیزی گفتیم مورد استفاده قرار میگیره. شماره 12 کواچ راهی برای توصیف مزخرف بودن چیزی است. واس هر سلت هر میافیر اینین کواچ، او چه مزخرفاتی به من میگوید. پس کواچ به من برای توصیف مزخرف بودن چیزی است. واس هر سلت هر میافیر اینین کواچ، او چه مزخرفاتی به من میگوید. اب هوین، گفتن این عبارت به معنای برو بیرون یا گم شو بیرون است. اب هوین، اب هوین گفتن که به معنای برو بیرون یا گم شو بیرون است، که گفتن عبارت به معنای برو بیرون یا گم شو بیرون است. اب هوین. بوک هاون، این عبارت در معنای لغوی به معنای کنترل داشتن بر چیزی است، اما در حالت کوچه بازاری برای بیان تمایل یا عدم تمایل به انجام کاری مورد استفاده قرار می گیرد. هست تو بوک این سکینو سوگهن؟ آیا حال و حوصله رفتن به سینما را داری؟ هست تو بوک این سکینو سوگهن؟ آیا حال و حوصله رفتن به سینما را داری؟ گفتیم این عبارت در معنای لغوی به معنای کنترل داشتن بر چیزی است، اما چیزی که در حالت کوچه بازاری استفاده میشه برای تمایل یا عدم تمایل به انجام کاری مورد استفاده قرار میگیرد. هست تو بوک این سکینه تو که هن؟ آیا حال و حوصله رفتن به سینما را داری؟ شیلن، شیلن بسیاری از کلمات عامیانه زبان آلمانی مانند شیلن از انگلیسی گرفته شده. پس هایت هابن شیلن ویا سو هاوس، خود شیلن به معنای استراحت معنا میده. امشب در خانه استراحت میکنیم. هایت هابن شیلن ویا سو هاوس، امشب در خانه استراحت میکنیم. پس شیلن از زبان انگلیسی گرفته شده و خود آلمان زبان ها استفاده میکنند. هایت هابن شیلن ویا سو هاوس، امشب در خانه استراحت میکنیم. فقیمت شیمن، ببینیم که آلمان ها گاهی اوقات نسبت به دیگران احساس شرم می کنند. تجربه این احساس در شیوه کلامی آنها فقیمت شیمن نامیده می شود. به طور مثال وی پاینلیش، ایش موس میش فقیمت شیمن، چقدر شرم آور است، من برای آن شخص بسیار متاسفم. پس فقط شیمن، آلمان ها گفتین گاهی اوقات نسبت به دیگران وقتی احساس شرم می کنند، تجربه این احساس در شیوه کلامی آنها با فقط شیمن نامیده می شود. پس از این کلمه یا عبارت استفاده می کنند، فقط شیمن. وی پاینلیش، ایش موس میش فقط شیمن، چقدر شرم آور است، من برای آن شخص بسیار متاسفم. اینها عبارات و کلماتی هست که همه روزه در مکالمات کوچه بازاری استفاده میشه. پس اینها رول زیادی داره، مانند کلمات ادبی که در کتاب ها میبینیم، در تکست ها میبینیم، اینها استفاده زیادی داره. شاید استفاده از اینها بیشتر از موضوعات داخل کتاب هم باشه. مامفن، ببینید گفته عبارت مامفن یک رای دیگری برای صحبت در مورد غذا خوردن به زبان آلمانی است. پس مانند همون فعل اسن که غذا خوردن، مامفن هم همون یک رای دیگری برای صحبت کردن در مورد غذا خوردن به زبان آلمانی است. وی شاون اینن فیلم و مامفن هر نوزه، ما در حال تماشای فیلم هستیم و بادام زمینی میخوریم. پس ببینید گفته مامفن یعنی که همون رای دیگری برای صحبت کردن در مورد غذا خوردن است. وی شاون اینن فیلم و مامفن هر نوزه، ما در حال تماشای فیلم هستیم و بادام زمینی میخوریم. شپینن، وقتی چیزی اعصاب آلمانی ها را به هم میریزد و به اصطلاح آنها را دیوانه می کند، با آن شپینین گفته می شود. به طور مثال شکلاوب شپینه، فکر کنم دارم دیوانه می شوم. شکلاوب شپینه، فکر کنم دارم دیوانه می شوم. پس شپینین گفتیم که وقتی چیزی اعصاب آلمانی ها را به هم می ریزد و به اصطلاح آنها را دیوانه می کند، با آن شپینین گفته می شود. سوکن،
سوکین کلمه سوکین در آلمانی به معنای بازی کردن است. از این رو این واژه با توجه به موضوع ممکن است به معنای قمار کردن یا انجام بازی های ویدیویی باشد. پس سوکین کلمه گفتیم به معنای بازی کردن، مانند قمار کردن یا بازی های ویدیویی. سوکین هالتا ببینیم که کاملا یک کلمه پرکاربرده. آلتر یا رفیق قدیمی یک عبارت رایج در بین نوجوانان است که در واقع بیشتر به معنای رفیق صمیمی به کار می رود. خود آلتر به معنای مسن پیر معنا می ده، اما در اینجی به معنای رفیق قدیمی یا رفیق صمیمی به کار می رود. واس گت هالتا، چی خبر رفیق؟ واس گت هالتا، چی خبر رفیق؟ بسا این کلمه به معنای بهتر دانستن یا دانستن همه چیز، عقل کل است. در بسا وسا سایت اونز وی اسکت، از آن جایی که ما همه چیز را می دانیم لذا بلدیم که چگونه باید این کار را انجام دهیم. پس بسا وسا به معنای بهتر دانستن یا دانستن همه چیز به طور کل بتونیم بگیم عقل کل بودن است. بسا وسا. خب بگودن لاین شوستر لاین. خب بگودن لاین شوستر لاین. پس فند لاین به انتهای اسم برادر که عبارت از بگوده و همچنین یا خواهر کوچکتر اضافه میشه. برادر کوچکتر یا خواهر کوچکتر، وقتی که شما پسوند لاین استفاده کنیم ببینیم چی میشه. ایش لیب ماین شوستر لاین، من عاشق خواهر کوچکم هستم. ایش لیب ماین و او در لاین، من عاشق برادر کوچکم هستم. پس وقتی که شما پسوند لاین به آخر کلمه برادر و خواهر علاوه کنیم، منظور از همو خواهر یا برادر کوچکتر شما معنا میده. و او در لاین شوست در لاین. کوله کوله این کلمه به معنای پول و پله است که عبارتی خودمانی برای اشاره به پول نقد است. به طور مثال ایش هاب کاین کول میر، ایش بین پلایت، من دیگر پول نقد ندارم، آسوپاس هستم. پس کوله در این جی به معنای پول و پله است، عبارت خودمانی برای اشاره به پول نقد است. ایش هاب کاین کول میر، ایش بین پلایت، من دیگر پول نقد ندارم، آسوپاس هستم. کومر شپکت، کومر شپک در اصل به معنای خوردن احساسی یا پرخوری هیجانی است که گاهی اوقات کاری برای سرپوش گذاشتن بر آلام فرد است. اشهاب سن کیلو کومر شپک سو گنومن، پرخوری هیجانی باعث شد 10 کیلو اضافه وزن پیدا کنم، یا پرخوری احساسی باعث شد که 10 کیلو اضافه وزن پیدا کنم. پس کومر شپک در اصل به معنای خوردن احساسی یا پرخوری هیجانی است. خب ما حال جملاتی داریم که شکل یک جمله به شکل کامل داده شده، اما چیزی که کلمه به کلمه معنا کنیم با چیزی که معنای کلی از او هست خیلی تفاوت داره. به طور مثال هستو حال تحسین امشغنگ، اگر جمله فوق را به صورت تحت لفظی معنا کنیم با آیا همه فنجانهای شما در کمد قرار دارند مواجه خواهیم شد، اما این عبارت در اصل به معنای آیا دیوانه شده ای یا و به چه فکر میکنی از. پس هستو حال تحسین امشغنگ به این معنای که آیا دیوانه شده ای یا به چه فکر میکنی. پس ببینیم که کاملا جمله چیزی که عامیانه از او استفاده میشه تا معنای کلمه تحت لفظی خیلی تفاوت زیادی داشت. هستو حال تحسین امشغنگ، خب ببینیم گفتیم که آیا دیوانه شده اید یا به چه فکر میکنی از. Das Leben ist kein Ponyhof، دست لیبن اسکاین پونیوفت، زندگی مزرعه اسپا نیست. چیزی هست که اگر شما کلمه به کلمه این معنا کنیم به این جمله ترجمه به دست می، زندگی مزرعه اسپا نیست. این ترجمه کلمه به کلمه عبارت عامیانه آلمانی فوق است. با این حال این جمله مخاطب یادآوری می کند که باید زندگی جدیتر بگیرید و به معنای زندگی یک بازی نیست می باشد. پس das Leben ist kein Ponyhof یعنی که زندگی جدیتر بگیرید و زندگی یک بازی نیست.
ایش فشته نو بان اوف. من معنای تاتو لفظیان من فقط ایستگاه قطار رو میشناسم از، اما زمانی به کار می رود که فرد اصلا از صحبتهای طرف مقابل سر در نمی آورد و به عبارتی هنگ کرده است. پس میگه ایش فشته نو بان اوف، یعنی که از صحبتهای تو چی؟ هیچ سر در نمیآورد یا هنگ کردم. نو هابن ویدن زالات. نو هابن ویدن زالات در حالت تتولفسی بیانگر حالا ما سالات داریم است، ولی در معنای واقعی حالا همه چیز به هم ریخته است یا حالا خیلی دیر است می باشد. نو یو هابن ویدن زالات، حالا همه چیز به هم ریخته است یا حالا خیلی دیر است می باشد، که اینها خود آلمان های بومی استفاده می کنند. Mit dem falschen Bein aufstehen. Mit dem falschen Bein aufstehen. یعنی در معنای کلمه به کلمه به برخواستن با پای اشتباه اشاره دارد. با این حال در عالم واقعیت به معنای از دنده چپ بلند شدن یا بدخلقی کردن است. پس معنای آمو واقعی یا آمیانه یا چیزی که خود آلمان های بومی برای استفاده میکنم در کوچه بازار، ببینیم شده mit dem falschen Bein aufstehen، یعنی که از دنده چپ بلند شدی یا بدخلقی کردن معنا میده. یه مندم دی داومن دروگین، فشار دادن انگشت شست خود برای کسی، معنای تاتو لفظی ای میشه این جمله است، اما آرزوی موافقت برای کسی کردن یا بیانگر مفهوم اصلی آن است. پس یه من دیم دی داومن دروگین، یعنی که آرزوی موافقیت برای کسی کردن است، مفهوم اصلی آن. اسیست میا ورست، این سوسیس برای من است. تنها یکی از عبارت ماورهی مرتبط با گوشت است که آلمانی ها بسیار بانها علاقه دارند. با این حال در عالم واقعیت به معنای برای من مهم نیست می باشه. اسیست میا ورست، یعنی برای من مهم نیست. دست بلا و فوم ایمل فرشفقیشن، یعنی که در بیان تتو لفظی به معنای قول آبی آسمان را بده است، ولی در اصل به این مفهوم اشاره دارد، دادن قولی که نمیتوان به آن عمل کرد. دست بلاوه فوم ایمل فر شپقیشن، یعنی که دادن قولی که نمیتوان به آن عمل کرد. اس لویفت بای دیا، درست انجام دادن یک کار و در مسیر هدف قرار گرفتن مفهوم اصلی این عبارت عامیانه میباشد، هرچند در حالت کلمه به کلمه معنای آن با شما می دود است. اما خب گفتیم که اس لایفت بای دیه به این معنای به که یک کاری که شما شروع کردین در مسیر هدف قرار گرفته و مفهوم اصلی از اون همینه، یعنی درستی انجام دادن یک کار، یک کار به صورت درست داره انجام گرفته و انجام داره قرار میگیره و مسیر هدف از اون مشخص شده، و اما میتونیم که کلمه به کلمه با شما میدود است که معنای خاصی نمیده. پس اس لایفت بای دیه. آخرین عبارت یا جمله ما هست اینن هلیفانتین اوز این موک مخین، از پش فیل ساختن، که معنای تتو لفظی است، مفهوم خاصی نداره، بلکه این جمله به چیزی را بی خودی بزرگ جلوه دادن اشاره میکنه. وقتی که شما یک چیزی از نظر شما خیلی بی خودی بزرگ جلوه داده میشه، میتونین که از این عبارت استفاده کنه، اینن هلیفانتین اوز این موک مخین، یعنی که از پشه فیل ساختن، که گفتیم معنای تتو لفظی هست، مفهوم خاصی هم نداره، بلکه این جمله به چیزی را بی خودی بزرگ جلوه دادن اشاره دارد. اگر از این ویدیو خوشنده ویدیو ما لایک کنین، سوال پیشنشتین، کامنت کنین، آلمانی صرف تا صد سبسکرایب کنین، عضو کانال یوتیوب ما باشین. تا درس بعدی، خدایا رو نگه دارشون.